درود عرض میکنم خدمت علاقمندان و دوستان ورزش هواداران چنل سود. بسیار خوشحالم خدمتتون هستم، با افتخار به حضورتون رسیدم تا بخش بررسی تیترهای روزنامه‌های ورزشی ایران رو خدمتتون باشم. خب روز گذشته که سه‌شنبه ایران تعطیل بود و به تبع اون روزنامه‌ای هم چاپ نمی‌شد و اخبار حواشی انتخاب سرمربی اسپانیایی پرسپولیس افتاد به امروز چهارشنبه، که من تیتر برخی از روزنامه‌های چاپ تهران رو تقدیم حضورتون می‌کنم. آغاز بکنیم با روزنامه گل. پایان دو هفته سر و صدا با یک انتخاب معمولی، پرسپولیس گاریدو رو احیا می‌کند، بمب صوتی. یعنی همونطوری که روزنامه گل تیت زده، آقای گاریدو سرمربی 55 ساله اسپانیایی دوشنبه شب باشگاه پرسپولیس رو نمایی کرده از انتخابش. و برای من جالب بود، روز بانک شهر مالک باشگاه پرسپولیس و حالا برند یا کمپانی طبیعت هم اومدن گفتن آقا خبری در راه هست و مربی بزرگی از جنوب اروپا میاد. همه گفتن از جاوی و حالا آنتونیو پیتزیه یا کیک ستین. آخر رسیدیم به آقای گاریدو، مربی که یه دور تو همه کشورهای حوزه خلیج فارس در شمال افریقا بوده و دست به اخراج خوبی داره. اخبار خوبی من نشنیدم ازش. امیدوارم که یه هنونه دربسته باشه در ایران و بتونه کاری انجام بده، چون اون جوری که سر و صدا به پا میکردن این انتخاب به قول ورزشی دهن پرکنه نیست، مشخص نیست. اما مسئولان باشگاه پرسپولیس توی این قضیه هم نتونستن خوب مدیریت بکنن. یه مصاحبه هم کرده امیرحسین اصلانیان مواجه با اسباق پرسپولیس، گفته خدا کنه تا پایان قراردادش بماند. صحبت منظور امیرحسین اصلانیان آقای گاریدو هست. امیدوارم که حالا یه اتفاقاتی بیفته. و جمشید شاه محمدی مهاجم اسباق پرسپولیس گفته مربی اسپانیایی مثل هندوانه دربسته است. همون مطلبی که من خدمتتون عرض کردم و نمیدونم چه اتفاقاتی میخواد بیفته، ولی پرسپولیس شرایط بسیار سختی داره در جایی که امسال میخواد در لیگ نخبگان هم حضور داشته باشه. به حضورتون عرض بکنم تیترهای روزنامه ایران ورزشی چهارشنبه ششم تیر 1403، تغییر مسیر کاپیتان تیم ملی از هلند به ترکیه، جهانبخش و دیبالا در رادار تیم بشیکتاش. باشگاه بشیکتاش بعد از اینکه جیوانی وان برانکورست هلندی رو به عنوان سرمربی انتخاب کرد، داره تیمش رو برای فصل آینده آماده میکنه و توی لیست این سرمربی عیزا جهانبخش از فاینورد روتردام و پاولو دیبالا از آیس روم حضور داره. حالا بعد نشست رو دید که ببینیم آقای جهانبخش در فصل آینده تو کجا میخواد فوتبالش رو ادامه بده. برای جام‌های بیشتر می‌جنگیم، این صحبتی هستش که آقای گاریدو خطاب به هواداران پرسپولیس کرده. کار بسیار سختی داره، مربی هستش که گفتم یه دور تو همه تیم‌های عربی و خلیج فارس زده و نمی‌دونم چه اتفاقاتی می‌خواد بیفته. مدیران هلدینگ به زودی تصمیم می‌گیرن. مهدی پاشاده و فراز فاطمی گزینه‌های سرپرستی استقلال هستن. همونطوری که می‌دونید آقای آتیلا اجازی به خاطر اون اتفاقات عجیب و غریب، اون زد و بندها و حضور در میان باندهای شرط بندی و بت کردن، مجوزش صادر نشده و اصلا تو خود استقلال هم 4-5 تا بازی آخر اصلا نمیذاشتن روی نیمکت بشینه. و اینجوری هم که الان دارن صحبت میکنن ایشون جایی در استقلال نداره. رحمتی مذاکره با علیپور را تکذیب کرد. به حضورتون عرض بکنم حذف رفقا اجباریه، که من هفته قبلم خدمتتون عرض کردم هلدینگ خلیج فارس و آقای جواد نکونام گفته و ازش التزام گرفتن که نمیتونه کار همکاران قبلی مثل مهدی هاشم نسب محمد نوازی رو در کنار داشته باشه. ایشون هم گفته حذف رفقا مأموریت سخت جواد نکونام. مجید نامجومتر گفته دلال ها فوتبال ایران رو به خاک سیاه نشاندن. همین صحبتی که آقای نامجو داره میکنه، من فقط یه مورد خدمت عرض بکنم. روز گذشته شنیدم که باشگاه پرسپولیس اون که واسطه‌ای که آقای گاریدو رو برده، همون ایجنت یا دلال آقای تمیروف ازبکستانی و مهاجمی که
اصلا تو پرسپولیس هیچ کارایی نداشت، هیچ گلی نزد و آخرش هم پولش رو گرفت و رفت و مسئولان باشگاه پرسپولیس دوباره از همون سوراخ گزیده شدن و این آقایی که ایجنت تمیروف بود آقای گاریدو رو آورده. مگه میشه یه همچین اتفاقاتی بیفته؟ یعنی واقعا من نمیدونم تو باشگاه های بزرگ ایرانی مسئولانش مدیرانش چیکار دارن میکنن. و آقای درویش که از هفته سه روز تو کربلا حضور داره و خدا پدرش رو بیامرزه. بریم سوال روزانه فرهیختگان. هاشکم گیت این مصاحبه از سوی مهدی طارمی دوشنبه شب با فوتبال برتر داشت و علت تساوی و توقف تیم ملی در تاشکند و اون بازی عجیب و غریب رو گفته بود که حالا ما تیم ازبکستان رو دست کم گرفتیم و خیلی جدیشون نگرفتیم و در نهایت تنبیه شدیم. تیم ملی کارش بسیار سخته. حالا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم چهارشنبه است، فردا پنجشنبه قرعه کشی مرحله دوم مقدماتی جام جهانی در کوالالامپور مالزی برگزار میشه با حضور آجیان اینفانتینو، مهدی مهددی‌کیا هم حضور داره و قرعه کشی اونجا انجام میشه. احتمالش هست که ایران، کره جنوبی و ژاپن سرگروه هستن، در سه گروه شش تیمه قرار میگیرن. احتمالش هست که در گروه مرگ باشه و این شرایط اگه بخواد برای تیم ملی ایران باشه، مطمئنا تیم ملی با آقای امیر قلعه‌نویی کار بسیار سختی داره. روزنامه فرهیختگان تیتر آقای گاریدو رو گذاشته، گفته عثمان میشود یا جوزه. منظورش میگه که عثمان سرمربی که پرسپولیس رو قهرمان کرد یا مانوئل جوزه که با کولهواری از افتخار جام اومد در پرسپولیس و نیم فصل هم دووم نیاورد و خدمتتون عرض بکنم آخرش هم اخراج شد. حضورتون عرض بکنم روزنامه بعدی که من تیتراشو میخوام بخونم روزنامه شهر آرا است. انتخابات هیئت شطرنج خراسان رضوی از یک سال پیش برگزار نشد. بازی با آینده شطرنج تیتر اولش رو کار کرده و به تبع اون خدمتتون عرض بکنم حال شطرنج و رشته‌های مثل شطرنج در ایران مشکل دارن. یعنی مدیران درستی بالا سرشون نیست، اسپانسرها انگیزه ندارن و در نهایت اون استعدادهایی هم که در ایران هستن بلافاصله یا از ایران میرن تو کشورها، جذب کشورهای دیگه میشن یا به حضورتون عرض بکنم که اصلا تو شطرنج نمیمونن. این روزنامه کار کرده، گفته که گاریدو هندوانه دربسته و یا سربسته، حالا باید نشست و دید که ببینه آقای گاریدو اصلا کی وارد ایران خواهد شد و چه اتفاقی میفته، تیمو چطور میبنده. کار بسیار سختی داره. و روزنامه پایانی امروز روزنامه فوتبالز هست. بازم تکرار میکنم روزنامه خب بیشتر اختصاص داره به فوتبال و فوتسال بانوان که کار بسیار خوب و پسنده ای دمشون گرم که با این وضعیت گرانی کاغذ و هر آن چیزی که الان هست این روزنامه رو دارن چاپ میکنن. محدث محمدی صحبت کردن درباره هم محمدی هم ترکمان صحبت کردن، گفتن که الگوی هم فرزانه توسلی است در فوتسال. و بزرگ عرض بکنم که من دفعات قبل هم عرض کردم این بانوان دختران و زنان ایرانی با این شرایط با حجاب اجباری وحشتناک و نبود بودجه و تبعیض واقعا دارن کارستان میکنن در ورزش. محمدی و مقیمی هم شانس بهترین شدن رو داشتن. پریسا امامی، زهرا لطف‌آبادی سال فوق‌العاده‌ای داشت. اولویت اولم آبادان است. آبادان رو که من اسمشو میشنوم واقعا قبطه میخورم به سقوط تیم صنعت نفت آبادان که تمام امید و زندگی و آرزوی مردم شهر آبادان اما در عین ناباوری تیمشون افتاد با اون همه استعداد ناب و فوتبالیستای درجه یک اما تیمشون از لیگ برتر سقوط کرد و افتاد پایین. بسیار ممنونم دوستان خوبم، هواداران چنل سود، دوست خوبم شروین زیرنویس، ما راهای ارتباطی ما و شما رو و من مطمئنم که این همکاری و این ارتباط دو طرفه ادامه خواهد داشت و همراهی و همراهی شما انرژی مضاعف منو دوستان میده. شب و روزتون خوش، خدا یارو نگهدار.